خدمت شما اعلام کردم که ورودی آب به سد کرخه کاهش یافته، از میزان خروجی آن نیز کم شده. آقای روزبه احمدی، خبرنگار صدا و سیما از سد کرخه با ما خواهد بود. سلام به شما. به نام خدا و سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. همونطور که شما اشاره کردید، در حال حاضر همکنون ورودی آب به سد کرخه 2000 متر مکعب بر ثانیه است و خروجی که از طریق 6 دریچه سریز به سمت پایین دست هدایت میشه 2407 متر مکعب بر ثانیه است که به سمت پایین دست خارج میشه این آب. در خصوص وضعیت آب و هوا که در واقع سازمان هواشناسی پیش بینی کرده، همکنون هوا ابری هست و احتمال بارش باز هم هست. در خصوص پایین دست رودخانه کرخه هم خدمتتون بگم که صبح امروز آب از مناطق مختلفی مثل عبدالخان، الهایی وارد جاده اهواز به اندیمش شد و ساعاتی از در واقع صبح امروز رو تردد کامیون ها و سواری هایی که از اون سمت به سمت اهواز چه به سمت اندیمش در حرکت بودند رو کند کرد. در خصوص امداد رسانی، با توجه به اینکه حجم در واقع آبی که به سمت پایین دست میره بالا هست، مشکلات زیادی برای روستاییان و شهرنشینانی که در حاشیه رودخانه کرخه قرار دارن به وجود آمده. امکانات در حال حاضر هم بسیج شدن به سمت این روستاها و شهرها، اما به قدر کافی نیستن. من از همینجا درخواست میکنم از عزیزانی که در سراسر کشور هستند، خدمات و کمک های خودشون رو از طریق هلال احمر به استان خوزستان بفرستن. در خصوص استان هایی که معین اعلام شدن، تجهیزاتی از اون استان ها به سمت استان خوزستان در حال ارسال است، اما در حال حاضر که با شما گفتگو میکنم، خیلی از روستاییان و در واقع شهرنشینان عزیزی که تخلیه کردن منازل خودشون رو به اردوگاه هایی که در پادگان ها قرار دارن یا اردوگاه های سیاری که توسط چادرهای هلال احمر برای اونها در نظر گرفته شده مستقر شدن. امکانات تغذیه هنوز کامل نشده به علت اینکه حجم در واقع افراد زیاد هست. یه چیزی حدود 400 هزار نفر در واقع سیل زده عزیزی هستن که در پایین دست رودخانه ها و سدهای مختلف استان خوزستان قرار داره. در خصوص فضای مجازی هم این نکته رو خدمتتون عرض کنم، اگر همکارانم هم تصویر هوایی زنده رو پخش کنن خدمت شما، بر روی بلندترین نقطه تاج سد کرخه هستیم، سدی که توی فضای مجازی خیلی از اون خبر میشنوید، اما تصاویری که همکاران من نشون شما میدن از بالای در واقع سد کرخه است و این سد تا الان مشکلی نداره و خدا رو شکر آب رو هم ذخیره سازی میکنه پشت سر بنده در مخزن و دریاچه، هم از طریق 6 دریچه‌ای که در واقع دریچه سریز هست آب رو به سمت پایین دست در واقع در رودخانه کرخه هدایت میکنه. در خدمتتون هستم اگر سوالی هست. خیلی ممنونم آقای احمدی، با شما فعلا خداحافظی میکنیم تا فرصت های بعدی.